سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. ادامه نگرانی ها از بزرگنمایی داعش از سوی شمار از کشورها در منطقه. چرا این گروه تقویت می شود؟ در ادامه نگرانی های امنیتی از ناحیه افغانستان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء می گوید که داعش دشمن افغانستان، منطقه و جهان است و نباید کسی برای تقویت این گروه تلاش کند. آقای عبدالکبیر در یک ضیافت افطاری با برخی از سفیران کشورها، نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل این گفته ها را بیان کرده است. وی بار دیگر تاکید کرده که داعش در افغانستان سرکوب شده و شماری از حلقات منطقه‌ای و جهانی برای داعش در افغانستان تبلیغات می کنند. به گفته وی، حاکمیت فعلی خواهان روابط نیک با همه کشورها است و بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این اظهارات در حال بیان می شود که در چند ماه اخیر و پس از حملات داعش بر ایران و روسیه، برخی از کشورها از گسترش فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. حال پرسش این است که نگرانی ها در مورد داعش در افغانستان چقدر بجاست؟ آیا داعش در حال حاضر در منطقه و فرامنطقه تهدید جدی است؟ چرا گروه داعش بزرگ نمایی می شود؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک دکتر حمیدالله مفید، نویسنده و فعال سیاسی، عزیز تانکزی، آگاه امور نظامی، و دکتر محمد زلمه افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان با ما در این بحث هستند. مهمانان عزیز تشکر که به بحث حاضر شدین. اگر اجازه مهمان ها باشه که بحث را با آقای مفید آغاز بکنم. مفید صاحب، دیدگاه شما چی است؟ آیا داعش در حال حاضر در افغانستان در حال رشد و تقویت است و یا سوی حکومت سرپرست سرکوب شده؟ و در سوی دیگر فکر میکنین که داعش در حال حاضر به درد سر منطقه و فرامنطقه مبدل شده؟ اجازه بدین اول درودای بسیار پرمیر است ایمانی خدا خدمت جناب دکتر صاحب افغانیار، جناب استانیزای صاحب، شما مهمانان گران ارجتان و تلویزیون وزین نور تقدیم کنم. اما پس از آن باید خدمت شما عرض کنم که مسئله داعش در منطقه به یک دشواری بسیار سرطانی به اصطلاح رای حل ناپذیر مبدل شده. در نشستی که به تاریخ سه شنبه در کشور قزاقستان صورت گرفت و در اوجه نه کشور عضو شانگهای مسئولین بخش امنیتیشان یا رؤسای شورای امنیت ملیشان اشتراک کرده بودند و دو کشور ناظر که کشور بلاروسیه و کشور منگولیا و مغولستان هستند، در نتیجه فرایند از اینا به چهار مسئله پرداختند. نخستین مسئله که به او پرداختن مسئله مبارزه با تروریسم بود. مسئله دوم از او مسئله ایجاد نیروهای به اصطلاح بنیادگرا در منطقه، رشد بنیادگرایی در منطقه بود. مسئله سومش مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود و مسئله چهارمش مسئله جلوگیری از فعالیت های ساختارهای تجزیه طلبانه که در منطقه فعالیت میکنند. سه مسئله از این تقریبا بر افغانستان وابسته میشه: یک، مبارزه با تروریسم، دو، مسئله به اصطلاح رشد و تقویه بنیادگرایی در منطقه و در افغانستان، و سومین مسئله مواد مخدر است. در این کنفرانس یادآوری شد که افغانستان در مبارزه با مواد مخدر کارهای درست برداشته و در مبارزه با تروریسم هم یک مقدار علیه داعش انجام داده، ولی دو بخش اساسی از این که واقعا بر افغانستان مسئله رشد بنیادگرایی است و مسئله مبارزه با داعش بود. داعش از 9 ساله که در منطقه و افغانستان فعالیت میکنه توانسته تا کارکردهای بسیار ناسوده و تروریستی وحشتناک را انجام بده. به تاریخ 28 ماه مارس ماه گذشته شما شاهد هستین که در سالون کاراکاس مسکو یک انفجار وحشتناک را انجام دادن، یک عملی توریستی را که تقریبا 139 نفر کشته و 200 نفر زخمی ساختند. این مسئله بود که خود روسیه را، فدراتیو روسیه را و کشورهای عضو پیمان شانگهای و منطقه را، به ویژه کشورهای منطقه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین، پاکستان و ایران و همه را در یک وحشت انداختند که در منطقه به جای از اینکه مبارزه صورت بگیره اینا به طور اتوماتیک رشد میکنند. چیزی که مربوط به افغانستان میشد و واقعا افغانستان در روی یادآوری شده که مبارزه علیه داعش توانسته انجام بده، اما مسئله بنیادگرایی در منطقه را که گویا در افغانستان 5300 مدرسه که بنیاد و آموزش از کار به اصطلاح بنیادگرایی است افزود شده و خود ساختارهایی که در داخل کشور از ساخت به اصطلاح مدارسی که مربوط به داعش و مدارس مربوط به القاعده هم در اینجا یادآوری شده. البته در نشست کشورهای رؤسای و مسئولین امنیتی کشورهای عضو پیمان شانگهای یادآوری شده
که در افغانستان به جای اینکه جلوگیری شوه خود از این نمادی است که میتونه در افغانستان و به منطقه خطرناک باشه. اما به هم حال داعش امروز از افغانستان فرار رفته، در پاکستان وجود داره، در ایران وجود داره، در تاجیکستان وجود داره و بله حتی تا مفید روسیه و صاحب، حالا منطقه سرکوب شده، حاکمیت فعلی میگه مبارزه صورت گرفته با آمدن امارات اسلامی، سرکوب شده، اینجا وجود نداره، خاک افغانستان هم دیگه تهدید نیست که اینجا گروه های حراس افغان فعالیت بکنه و نه تهدید شوه برای کشورهای منطقه و فرامنطقه. درست است، اینا فرمودن و مبارزه هم سیران گسته در فیصله نامه کنفرانس هم یادآوری شده که از جانب امارات اسلامی در افغانستان یک مقدار فعالیت علیه داعش صورت گرفته. اما داعش سازمانی نیست که مربوط تنها در افغانستان باشه. داعش با گستردگی که عرض کردم براتون در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان، در بله، ازبکستان، در این ضمن گروه توریستی گستردگی آقای مفید، حالا حاکمیت فعلی گفته که بزرگنمایی میشه داعش در سوی از سوی برخی از کشورها، فکر میکنن که داعش بزرگنمایی میشه؟ ما فکر میکنم که داعش بزرگنمایی نمیشه، بلکه بزرگ به اصطلاح این فعالیت های گسترده از این بیانگر از این است که داعش پایش از افغانستان در ایران، تاجیکستان، ازبکستان حتی تا روسیه کشیده. معنی از این است که خطر وجود داره، این خطر هنوز وجود دارد. افغانستان با همه مبارزات که کرده هنوز توانی از این نداره. شما شاهد هستین که در همین نزدیکی ها چند روز پیش هم در افغانستان انفجارات در قندهار، در هرات، در همه جا جانب داعش صورت گرفت. یعنی داعش وجود داره هم در افغانستان هم در منطقه هم. و گستردگی از این معنی از این است که انفجار را که در مسکو کردن، در ایران کردن، به این معنی است که اینا در منطقه واقعا گسترش یافتن. ای که در افغانستان شخصیت های برجسته سیاسی به این باور هستند که گویا در این مفید سرکوب صاحب. شده، این سرکوبی هنوز محسوس زیادتر نیست. تشکر شما. ممنون آقای مفید، برمیگردم با شما. سانگزای صاحب، دیدگاه شما چی است؟ حالا قسمی که آقای مفید برش اشاره کرد، حالا در برخی از کشورها داعش رشد کرده به شمول افغانستان و وجود دارد، آیا نگرانی داعش از ناحیه افغانستان جدی و بجاست در حال حاضر؟ من نمی توانم که نظریات کسان دیگر مورد سوال قرار بدم. هر کس در دادن نظریه خود مختار است، ولی من یک چیز برای شما پیش از همه توضیح بدم که این طالبایی که در افغانستان فعلا در حاکمیت قرار دارند، علمای سنتی این جامعه هستند. اینها نه بنیادگرا هستند، نه اخوانی ها هستند، نه اخوانی های مکتبی هستند و نه با سازمان های بین المللی یا تروریست ها یا او سازمان هایی که به اصطلاح اخوانی های مکتبی در افغانستان اعضاب و تنظیم های داشتن و مبارزه می کردن با اونا قطعا اینا ارتباط ندارن. اینا خود شکار تروریزم شدن، اینا در طول 20 سال گذشته شکار تروریزم بودن. ای که در مسکو واقع رخ میده، در ایران واقع رخ میده، تقابل ممالک مختلف است که با هم دیگر دارن. این با افغانستان هم ربط نداره. افغانستان بالای افغانستان هر کسی که انگشتی انتقاد میگیره و اشتباه میکنه و سوا میکنه. یعنی نگرانی ها به جای از آقای سانگزای در مورد داعش و همچنان در مورد نگرانی های امنیتی که همواره مطرح میشه از منطقه و فرامنطقه، سازمان های بزرگ به شمول همسایه های افغانستان، هر کسی که طرف افغانستان انگشت انتقاد در مورد نگرانی های امنیتی میگیره و اشتباه میکنه. با در جهان پیشرفته هم چه واقعیت میبینیم، در ایالات متحده امریکا یک نفر میخیزه 50 نفر میکشه، در فرانس، در انگلستان، در جرمنی، در روسیه شما دیدین دیگه. کل واقعیت باید برای افغانستان، افغانستان تعلیم بکنن که از افغانستان است. هر کدام از یا از خود داعش داره، هر کدام از یا از خود ما گروه های در اونجا دارن که ممالکی که با اینا رقابت های دیری ندارن، در اینجا با یکی برای دیگه خود این گروه ها را تمویل میکنن و در اونجا اینا را آماده ازی میسازن که انتحار کنن، انفجار کنن و کشتار براپرتن. این با افغانستان نه ربط داره برادر، نه ارتباط داره. حالا در حال حاضر در حاکمیت فعلی امارات اسلامی گروه های توریستی وجود نداره به شمول داعش. شما برای ما نشان بدین که در کدام اعلان تلویزیون شده که در فلانی جای یعنی گروه تروریستی عملا درست فعالیت میکنه؟ آقای سانگزای، پس حملاتی که انجام شده، حمله اخیر هم در قندهار و حملات برخی در مناطق افغانستان، پس
گروه های توریستی نیست این کارا را که میکنن؟ ما تجربه 45 سالی ویرانی قتل قتال کشتار در افغانستان داریم و همچنان رقابت های سمتی ازبی و زبانی در اینجا است. مخصوصا ما به پشتو طرفگنی میگیم، دری ما میگیم که خصومت های قبلی که در بین گروه ها و افراد و اشخاص و تنظیم ها و جریان های سیاسی وجود داشته، همچو قضایا در اینجا رخ میده. ما نمیتوانیم که کل را پرتیم که حتما این داعش است و این داعش درست است، به نام داعش ختم میشه. درست است که داعش در افغانستان بزرگ نمایی میشه، مگر این را برتان واضح و پست کنده بودیم که امارت اسلامی یا طالب میخواد که داعش بیخی از ریشه بکنه، خشکش کنه. و همین اکنون در تمام افغانستان اینا متوجه اعلانه هایش است که در کجا سر بنا میکنن که ما سر کوبش کنیم. شما گفته نیست، حالا اگر نباشه چگونه ریشه کن باید شود؟ چی را ریشه کن میکنه؟ یعنی اینطور نیست که بیخی در اینجا محو شد، حتما یک گروه دو گروه و این نفر در نفر فعالیت میکنن. ولی شما گفتین که هیچ نیست آقای سانک زید، وجود نداره. شما گفتین ببینیم وجود که بگویم که نداره بیخی، یه هم یک معماست. وجود داره اما فعالیتش با او قسمی وجود نداره که در گذشته بود. ما در 20 سال گذشته دیدیم وقتا که بگفت 3.5 لک عسکر داشتیم دیگه، حاله که همسایه ها هم علیه امی امارت است، ممالک بیرونی هم است، در داخل هم است و میدیای بین‌المللی هم در دست مخالفین مسلح حکومت فعلی افغانستان است. صدای از اون مخالفین مردم زیادتر میشنه و صدای امارت و صدایی که در داخل افغانستان است شنیده نمیشه. من نمیگم که امارت مشکلات نداره و امارت نمیگرده پشت ازی که تا مخالفینی که در اینجا است اونا در سرکوب بسازه. اینا با مردم هم یک سلسله مشکلات دارن، با همسایه هم دارن، با دنیا هم دارن و او قضایه که در او طالبا باید توجه خود مبذول بدارن و او را ما خواهانش هستیم. مکاتب و بسیار مسائل کار و دیگر و تقدیمی دفاست. اما عمدترین مسئله را که عبارت از کشت مواد مخدر است به صفر تقرب دادن، مبارزه علیه گروه های بیگانه اجنبی اجیر و تروریستی است، اینا را از اونا مبارزه جدید شروع کردن و او را به انجام میرسن. سرگ دست برمیگردیم با شما. ممنون. افغانیار صاحب، دیدگاه شما چی است؟ حالا داعش وجود داره در افغانستان یا نه و تهدیدی است برای منطقه و فرا منطقه به شمول افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرز حرمت خدمت شما، خدمت مهمان در بحث جناب دکتر مفید و جناب سرنگ زیسی، و یک سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت غیور افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوش از این جهان عزیزی که هستم، و برسم را مو صحتمند باشند. و یک پیام تسلیت به خدمت خانواده های شهدای خواهران و برادران فلسطینی ما و شما که امروز هم و از دست سرنگ شهید شدن. از حادثه لرزد به خود کاخ نشینان، ما خانوادهشان غم سیلاب نداریم. اوضاع سیاسی افغانستان طوری هست که امروز طفل 7 ساله افغانستان هم درک میکنه که در افغانستان چی جریان داره. متاسفانه همیشه کشورهای منطقه و فرامنطقه و به شمول کشورهای همسایه ما کوشش کردند که حکومت حاکم حکومت کابل باشه، افراد اشخاص گروپ ها علیه حکومت کابل باشه. اگر ما برگردیم به تاریخچه گروپ های حرس افغانی که مطرح بحث میشه، 21 سال قبل آمریکایی ها تحت نام مبارزه با همین گروپ ها به افغانستان آمد. حکومت طالبان که ما طالبان وقت که مراد فعلی هست از بین برد به حمایت پنجابستانی ها، بعد از 20 سال حال رئیس جمهورش میگه که با القاعده امارت اسلامی خوب مبارزه میکنه، اما تهدید گروپ داعش از افغانستان زیادتر شده. با وصف از اینکه سیم خاردار در منطقه تمثیلی تحمیلی دیورند کشیده شده، اوج پسته هایشون افراز شده، آمریکایی ها 20 سالی جا حضور داشتند و هدفشان هم مبارزه بود. این یک سوال هست که آمریکایی ها باید جواب بدن. ما همون زمان در جمهوریت هم شاهد بودیم که هر از گاهی انگشت بالای اعضای پارلمان سنا گرفته میشد که یا انتقال میدن به بعض از ولایت ها اعضای گروپ را. در 2 سال و 8 ماه گذشته حکومت فعلی افغانستان به کرات به کشورهای منطقه و فرامنطقه اعلام کرد که از حریم افغانستان بالای هیچ کشوری حمله صورت نمیگیره و ما به این گروپ ها اجازه نمیدیم. آیا کشورهای همسایه افغانستان هم به همی لحن و به همی صداقت گفته میتونن که کمپ های داخل کشور خود را جمع میکنن و علیه منافع ملی افغانستان استفاده نمیشه؟ چاکن همیشه به چاه هست. بد نکن بد میاندیش تا بد نیای در پیش. اگر روس ها که تحت نام مبارزه با داعش سفر میکنن با با ایرانی ها و با ترک ها میرن به سوریه و یمن و عراق جنگ میکنن، اگر در کشورش میای کدام مشکلی ایجاد میشه، پاسخگویش باید افغانستان باشه. در حال حاضر افغانستان نگرانی امنیتی از گروه داعش وجود داره همواره کشورها، حالا چگونه میبینید؟ این شاید بحث ما افغانستان هست. اگر ما دکتر طب هستیم، پلیس را مسلکی خواندیم،
این مایسواری های سیاسی رو خوب درک میکنم که به خاطر چی هست. بجاست یعنی؟ ببینین هدف از این صحبت ها این هست که بالای حکومت فعلی افغانستان که مال اسلامی طالبان هست فشار بیارن، مهره های خود را در بدن حکومت داری داشته باشن. اگر بحث هراس افغانی مطرح بحث است، درست در یعنی بجاست آقای افغانی نگرانی امنیتی در کل بجاست. در گذشته ماهانه میلیون ها دلار تحت نام همین نام مبارزش به حکومت افغانستان داده میشد به وزارت داخله، وزارت دفاع، ارگان های کشفی استخباراتی که مبارزه بکنند. آیا در دو سال 8 ماه گذشته او همین کمک ها را انجام دادند و در پهلویش کمپ های ایجاد شده در کشورهای همسایه افغانستان هست؟ با همو کشورها آمریکایی ها پیمان استراتژیک دارند، از همو کشورها حریم افغانستان نقض میکنن. چرا از اونها پرسان نمیکنن که شما چرا مبارزه نمیکنین و این گروه ها در کشورتون چی میکنن؟ در داخل افغانستان آقای کبیر با شماره از نماینده های کشورها و همچنان سازمان ملل گفته که نباید کس داعش را تقویت بکنه و تلاش بکنه برای گروه داعش. چه کسی تقویت میکنه؟ مشخص است کی کسی ایجاد کرد، کی کسی به افغانستان حضور پیدا کرد 20 سال ایجه بود، کی سوریه را خراب کرد، کی یمن را خراب کرد، کی عراق را خراب کرد، کی فلسطین را می لحظه خراب میکنه؟ چرا همیشه بحث تروریست پروری کشورهای مسلمان هست؟ چرا توپه فقط مسلمان ها میخوره؟ آیا امریکای را کمی لحظه به هزارها تن مواد انفجاری را به صهیونیست‌ها میده؟ فلسطین را نابود کردن، اوها تروریست نیستن؟ 20 سال در افغانستان تحت همین نام مبارزه میکردن، آیا اوها تروریست نیستن؟ از یک طرف میگن ما به حکومت افغانستان ما رابط ندارن، از یک طرف دیگه باز میبینین که باز میگن که ما میخوایم به رابط نزدیک داشته باشیم با حکومت فعلی افغانستان و نشست های خود در دوحه ادامه میدن. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. اگر جنگ چریکی هست، در جنگ چریکی آیا گروه های داعش موفق تر هستند یا که حکومت فعلی امارات اسلامی هست؟ در طول 20 سال همین جنگ های چریکی یاد نداشتن یا یاد ندارن؟ هر جایی که سر خود اوها بلند بکنن در همو قریه و در همو قصبات بالای سرشان استاد میشه. اگر با واقعیت میگن که هست در افغانستان جایگاه دارن، پایگاه دارن، بگین کدام ولسوالی هست، کدام قریه هست، در کدام منطقه هست، در کدام ولایت هست که ملت افغانستان آگاه شود که بله چنین گروپ های در افغانستان هست، جایگاه مشخص داره. اگر از طرف پنجابستان داخل افغانستان میشه، مرد خود باز میکنن، باز استخباراتش رو پس داخل پاکستان پنجابستان میبره، انگوش انتقاد بالای افغانستان باشه. بله اگر ما به هدف برگردیم که نقاط ضعف در حکومت داری، بله در حکومت داری نقاط ضعف هست، این نقاط ضعف را حکومت افغانستان باید او را رفع بسازه. تشکر. اما این که جهان با ما در تقابل هست، تقابل جهان با ما تقابل استخباراتی هست، این تقابل مبارزه با گروه های هراس افغان نیست. اگر هست همکاری استخباراتی حتمی و ضروری هست، اما چرا نمیکنن؟ سپاس افغانی استاد، برمیگردیم با شما. آقای مفید، حالا آقای کبیر بار دیگر تاکید کرده که سرکوب شده داعش و شمار کشورهای منطقه‌ای و جهانی بر تبلیغات داعش بزرگنمایی میکنه و تبلیغات میکنه برش. حالا چرا کشورها تبلیغات میکنه برای بزرگنمایی داعش و چی چیز باعث شده که حالا بزرگنمایی شود داعش و همچنان دنیا را چی چیز مشخصا نگران کرده در حال حاضر و کشورهای منطقه و فرامنطقه را؟ چیزی که قابل تشویش است البته دیدگاه من نیست، ما میخوایم دیدگاه کسایی را که در این مورد را کردن بعدن پاسخ هم خود ما مشترکاً پیدا کنیم. نیکلای پاتروشوف مشاور امنیت ملی روسیه چند وقت پیش در مصاحبه و گزارش خود گفت که در افغانستان 18 ساختار و سازمان تروریستی که در پاکستان بودن، از جمله مثلا از غورا را یادآوری کرده، از تاجیکستان یادآوری کرده، ازبکا را یادآوری کردن که این سازمان ها همش انتقال پذیرفتن در افغانستان. اینا در افغانستان نابود نشدن، یعنی دستگیر نشدن، زندانی نشدن، با کشورهای متعابیشن فرستاده نشدن. معنیش از چیز که اونا هنوز هم در افغانستان وجود داره و 18 سازمان توریستی رو نام بردن. یک مسئله. مسئله دوم را که در گزارش از اینا بازتاب شده، مسئله موجودیت ساختارهای خود است که در داخل دولت حاکمیت موجود وجود داره. مثلا البدری، قطعات البدری که یک ساختار هستن که کاملا برای انتحاری هستن و این گروه های انتحاری میتونن برای پاکستان، برای ایران یک تهدید کردن، پاکستان هم با این تهدید کردن، تاجیکستان هم با این تهدید کردن. این یه مسئله است که در گزارش از اون یادآوری شده. چیزی که بسیار تشویش آور است، مسئله بالکل باید پاسخ برش پیدا شود، من پاسخ ندارم، و اون مسئله است که در افغانستان تمام حکومت یا دولت فعلی کسایی هستند که تعلیمات آموزشی دینی را در مکتب دیوبندی پاکستان پشاور پاکستان فرا گرفتن و اینا آمدن همه فعلا در حاکمیت سهم کاملا حاکم هستن، یعنی تمام پستای مرکزی دولتی، یعنی کابینه حکومت موقت تماما از این مدرسه دیوبندی هستن و اینا خودش نماد از این است که اینا همشان آموزش هایشان اینمی مسئله دیوبندی که
در منطقه او را به نام مکتب بنیادگرایی یاد میکنن است. این سوال ما هیچ پاسخ برش نداریم متاسفانه. مسئله دوم را که ما برش پاسخ نداریم این است که ساختارهایی که 9 سالی که داعش در افغانستان دست آمدن و به گفته جناب دکتر صاحب توسط امریکا سازماندهی شد و یا در منطقه شمال انتقال دادن، این هنوز به طور کل نابود نشدن. اگر میشدن ما انفجارهای اخیر داریم که در تا دقندار درست مفید صاحب، حالا قسمی که افغانیار صاحب هم گفت، حالا سر ایالات متحده به عنوان ازی که مبارزه بکنه با گروه های توریستی اینجا 20 سال حضور پیدا کرد، حالا چرا بار دیگر از ناحیه افغانستان ایالات متحده و کشورها نگرانی میکنه مشخصا و فکر نمیکنن که طی 2.5 سال یا بیشتر از او ضرر ندید از خاک افغانستان هیچ کشوره، ولی باز هم نگرانی ها جریان داره و بزرگترین دستاورد هم در حالت فعلی امنیت کلی است و یک حکومت سرتاسری و حاکمیت سرتاسری؟ فکر نمیکنین این بزرگترین دستاوردها که ایالات متحده آمریکا هم دمیخ میزن عمدنان در این اواخر؟ شما شاهد هستین که تیاره بیسرنشینش به منظور زدن ساختارهای داعش و القاعده در اطراف افغانستان در فضای غزنی حتی قندهار دیده شده و جریان خبریش کل دنیا میفهمند که حتی رهبری طالبان از یک منطقه به دیگر منطقه انتقال پذیرفتن و مانع از این است که امریکا هم میخواهد گویا خود در این مبارزه سهیم بدانه و چنان که در غزنی چندین جایگاه را بمباردمان کردن تیاره بیسرنشین. البته خبر از این شما بهتر میفهمید، ما از طریق رسانه غربی و از طریق واشنگتن پست اطلاع حاصل کردیم. شما میبینید که در این یک حالت در داخل کشور جریان داره، یعنی دومین تشویش که وجود داره خانم واکر احمد مشاور امنیت ملی پاکستان از موجودیت تی تی پی و شکایات که از او کرده بود در منطقه وجود داره و در افغانستان انو ساختارش است شکایت کرده. این شکایت از او است، نماینده پاکستان در که عضو دائمی پیمان شانگهای است یادآوری کردن. آقای احمدیان که نماینده یا مسئول بخش شورای امنیت ملی ایران است، هم از موجودیت داعش در اطراف ایران و سازمان های تروریستی که وابسته به مثلا از ریگستانی یادآوری کرده و گفته که اینا امنیت ما را تهدید میکنن و اکثرا در افغانستان میرن و میاین. خب اینی مسائل است که باید کشورهای منطقه تشویششان به دیدن نگریسته شود، نباید کاملا فراموش شود. اما این طرف مفید صاحب، این طرف حکومت سرپرست هم هماره اطمینان داده و که از خاک افغانستان حالا تهدید نیست و کشورها باید بپذیرن این را، چرا نمیپذیرن؟ خود دلیلش هم است که ما خدمت را نفس کردم که تشویش پاکستان از تی تی پی، تشویش ایران از گروه ریگستانی و امثال از و یک ساختارهای دیگه که در وجود داره به ویژه داعش که زده اهل تشویش زیاد عمل میکنن و از تشویش پاکستان از موجودیت ساختارهای حزب نهضت آزادی به اصطلاح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در افغانستان در شمال میگن که جای به جای هستن. البته ادعاست ایده را آدم نمیتونه آریانی بگویم یا ایده های ازبکستان که گروه یلداش. سپاس مفید صاحب، برمیگردیم با شما، ادامه صحبت هایتان می داشته باشیم. با معذرت تشکر. سانگزای صاحب، حالا فکر میکنین در حال حاضر در شرایط فعلی چرا اطمینان حاکمیت فعلی را کشورها حالا قبول ندارن و مکررن اطمینان میده که افغانستان دیگه خطر نیست و اجازه هم نمیده فعالیت های حراس افغانی از اینجا دوباره آغاز شود و بله کشورها همواره از ناحیه افغانستان نگرانی میکنند. چی چیز باعث این نگرانی شده و چرا این اطمینان را جهان نمیپذیره در این شرایط؟ اول خود مناسبات ایالات متحده امریکا با طالبان در رابطه با مشترک بودن منافع از اینها واضح است که منافع حکومت فعلی با منافع امریکا گره خورده در قسمت محو مواد مخدر و مبارزه علیه گروه های تروریستی مخصوصا داعش. ما فکر نمی کنم که ایراس از طرف امریکایی ها باشه در خاک افغانستان یا رهبر طالبان کوچ کرده باشه از اونجا و یا کدام حادثه معمولی هم رخ بده. خب موضوع تیاره ها فعلا در افغانستان دافع هوا از بین رفته و ساقط شده، اینا ندارن که بفهمن کمی تیاره از کجا آمد، مربوط کجا بوده که در آسمان افغانستان چرخش میزد. چون بعد از اینکه طالبان حاکمیت در دست گرفتن تا امروز گان آقا ما تیاره ها رو میبینیم، اما تیاره ها فکر میکنیم اکتشافی است و اونا یعنی در منطقه
تجسس میکنن، اونا با ایران، با روسیه، با تاجیکستان امروز مسائل دارن. اگر امریکایی ها هم باشن، شاید با منظوری از او در با هر کس تجاوز است بالای حریم ما قابل تقبیه است و ای قابل ازی است که شکایت شود سازمان ملل متحد. اما بدبختانه که در سازمان ملل متحد نماینده مردم افغانستان وجود نداره، ولی نماینده گروه وجود داره. و دومی که گروه های تروریستی یا دیوبندی که یاد شد از او نام بر ملامت، طالب ها بازم برتان میگم علمای سنتی از این جامعه هستند. اینا از کتاب سید قطب و محمد قطب هیچ وقت برداشت ندارن. اینا اونمو چیزی که اسلام ناب میگه، اون چیزی که قرآن میگه، اون چیزی که در احادیث آمده، اونمو رو تطبیق میکنن و شرح را در افغانستان جاری ساختن و امیرالمومنین امیر ارمی سرزمین خود میدانه و مردم افغانستان هم به او بیعت کردن. ولی بازم میگم براتون مشکلات خود اگه اینا حل نکنن با مردم افغانستان، بعضا مشکلاتی که در دنیا هم هست، آنچه 56 یا 57 مملکت اسلامی است که اونا امو قوانینی که قبول کردن اینا باید قبول بکنن. و ما امیدوار هستم که آهسته آهسته امی حرف ها، امی سخن ها، امی دیدار هایی که در کابل و قطر صورت می گیره زمینی ازیره باز می سازد تا افغانستان به رسمیت شناخته شود و اولین کشوری که افغانستان به رسمیت بشناسه با ایالات متحده امریکا باشه، به دلیل ازی که تمام دنیا چشمشان به طرف امریکاست. اگر موضوع ایالات متحده نبود، امروز پاکستان و تا ایران و روسیه و چین و اینا کل به رسمیت می شناخته افغانستان. و اون مسئله که بین حکومت فعلی و ایالات متحده امریکاست و آنچه که بی‌باوری هاست، او هم شاید حل شود در آینده. ما گفته نمیتونیم که طالب بدیل داره و بدیل دیگه برای از اینا پیدا میشه. طالب اینمی طالب هست و خواهد بود، ولی ما اصلاحات در بین طالب میخواهیم. ملت کسانی که در بین طالب به نام طالب عمل میکنن، تصفیه از دوره میخواهند و او افراد و اشخاصی که در داخل طالبان میخواهند خود حکومت از ضربه بزنن، اونا را باید تصفیه بکنن. و کارهای اقتصادی از اینا را که ما میبینیم، مسائل و موضوعات زیادی عدیدی است که ما میبینیم. همین یک سرک در منطقه گودسنگی کشیده میشد، در 20 سال کس جرات نمیکرد گفتن اینجا بلاک های ممتاز، من نفهم کی است، از کدام کسی بود، او اجازه نمیده. بگم امروز یک نفر طالب رفته بود، یک نفر، و دیگه عملی شاروالی بود، هر کسی که بود رفتن سرک کشیدن، کس جرات نکده مقابلش استاد شد و خدمات آمر برای مردم اینا انجام میتن. امنیت سر تا سری را در این کشور آکن ساختن، افغانستان از تجزیه اتمی نجات دادن و خدمات بسیار بزرگی به این کشور کردن اینا، ولی وسایل خرد و کوچک است. یگانه دشمن سرسخت طالبا در جمهوریت ما بودم، ولی زمانی که ما فهمیدم که اینا طالبای مکتبی نیستن و اینا طالبای سنتی از این جامعه هستن و اینا به خیر افغانستان هستن، از این جامعه برخواستن، ما هم امروز علاقه به این دارم که چرا کارهای خوبی که اینا میکنن باید او را برجسته نسازیم و او را در افغانستان اگه ما باشیم یا در امریکا می باشیم. تشکر. ما این مسئله یاد آوری کنیم، آنچه واقعیت هاست هیچ وقت چشم پوشی باید از واقعیت ها صورت نگیره. ممنون، تشکر. آقای افغانی، شما رهبر یک جریان هستین، واقعیت های عینی افغانستان چی گونه است و وضعیت افغانستان چی گونه است؟ در حال حاضر شما در کابل هستین، آقای سانگزای از خدمات اشاره کردن، گفتن بزرگترین خدمات در حال حاضر ارائه میشه و کارهای بزرگ میشه. فکر میکنین که آیا واقعا کارهای بزرگ در حال انجام شدن است و یا نه؟ واقعیت عینی هست که ما افغان ها در بی اتفاقی اتفاق داریم. در طول 43 سال گذشته هیچ جایی بر مبنای ایجاد اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری تلاش نکردیم و شکار شبکه های استخباراتی منطقه و فرامنطقوی بخصوص ایرانستان و پنجابستان شدیم. در این شرایط که در افغانستان دو میدان جنگ نیست، افغان ها روز 1000 تابوت پشت دروازه خانهشان مانده نمیشه تحت نام جمهوریت و امارت، ما باید دست به دست هم بدیم، نقاط ضعف را ضعف بگیم و نقاط قوت را قوت بگیم. اگر در ساختار سازی ها بگین کارهای عملی خوبی را انجام دادن، انجام دادن. وقتی کانال قشتپه را مدیریت کردن، میلیون ها متر مکعب آبهای طبیعی افغانستان به آبهای زیرزمینی ما اضافه شد. زغال سنگ افغانستان مدیریت شد. تالک، مس،
آهن مدیریت شد. در با بودن خارجی ها در افغانستان که 2.3 تریلیون دلار مصرف کردن، ما نتونستیم که یک متر مکعب گاز استخراج بکنیم یا تل تولید داشته باشیم تولید کردن. اما نقاط ضعف ما هست. وقتی که ما میگیم بر مبنای تطبیق شریعت عمل میکنیم، توی دل امانت لاهل ها را قرآن میگه کار به اهلش بسپارید. وقتی که ما بر اساس تطبیق شریعت عمل میکنیم، حکومت داری امانت هست. در این امانت از ملت افغانستان رو ببینید. حالا کدامش بیشتر شده، نقاط ضعف یا نقاط قوت؟ نقاط ضعف و قوت، ما اول برنامه گفتیم که در افغانستان طفل 7 ساله هم سیاست را میفهمه، با وسوسه که باید درس مکتب بخونه، اما امروز او فقط منتظر هست که کی یک پیام بشنوه که اون مشکل در افغانستان حل شده. ما میگیم در این شرایط ما افغان ها از همین میز یادم است، خوب یادم است، به کرات صدا میکنیم بالا هیئت رهبری امارت اسلامی که دوحه دور است، بیاین به افغانستان، ما و شما پیرامون صلح جنگ بزنین. امروز هم در همین میز ما ششته هستیم. آخرین برنامه‌ایم خوب یادم است که همراه تلویزیون شما داشتیم که طالبان داخل کابل شد، که برنامه کنسل شد. تا این لحظه با چند صد برنامه شرکت کردین، همیشه براشون گفتیم و اونا میگن که ما حکومت داری را به زور نگرفتین، ملت افغانستان با ما بود که ما گرفتین. پس اون ملتی را که با ما بین بشکه پیپسی به موتورسیکلتان تل آورد، نان و خوردن خود به شما تقسیم کرد، همون ملت به شما میگه که نقاط ضعف خود از بین ببرین، موضوع ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی را رفع بسازین، جوانا را بیان حمایت بکنین. یعنی میگن ملت راضی نیست. ببینین، ما شما خود میبینیم، ما شما خود در وطن خود هستین. ما نقاط ضعف ضعف است، نقاط قوت قوت هست. اما امروز وقتی یک عسکرش ساده میشه مقابل عسکر پاکستانی یا عسکر ایرانی از مرزهای افغانستان دفاع میکنه، این برای ما قوت نیست؟ در گذشته روز 1000 مرمیر پنجابی ها برای ما فر میکرد، کسی یک فر کلاشنکوف نمیکرد. اما حکومت فیدی، حکومت سرپرست، در مقابلش می از توپ و تانک خودم استفاده میکنه. آیا ایران ما نقاط قوت نگین، ایران نقاط ضعف بگین؟ بله، ما همین لحظه منتظر هستیم که دروازه مکتب باز شوه، به عنوان یک پدر، به عنوان یک افغان، به عنوان کسی که میخواهیم ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی مطرح بحث باشه. ما هم میخواهیم خواهر افغان، دختر افغان با غیرت و با همت افغانی و همو تاریخ 5000 ساله که ما میگین، وقتی که ما میگیم 5000 سال تاریخ داریم، به این معنا هست که 1400 سال میشه که ما، 445 سال میشه که ما مسلمان هستیم، قبل از اسلام را هم ما یاد میکنین. پس ما ببینین، ما خواسته های عرف و عادات و کلتور خود را فدای موضوعات دیگه نکنین. بیاین در این وطن ما اولاد خود را اولاد تربیه بکنین که اولاد حلقه غلامی به گوشش نباشه. در طول 20 سال گفته شده بود که طالب پنجابی هست. امروز اگر طالب در حاکمیت قرار گرفته، اگر والی هست، اگر ولسوال هست، اگر عضو کابینه هست، ولایتش، ولسوالیش، قریهش، پدرش، پدرکلانش ملوب هست. چنین نیست. اما در جمهوریت را که ما هم درس خواندیم، تحصیل کردیم، در پارلمانش کاندید، در ریاست جمهوری کاندید، دو پاسپورت ها از کجا بر ما آمده بودند، بر ما حاکمیت میکرد؟ آیا همین یونما ما رو آرام میموند؟ همین امریکا ما رو آرام میموند؟ اگر همین لحظه طالبان بیان بگن به امریکایی، بگه برادر هر چی که تو میگی مورد قبول هست، نه طالب میای افراطی میباشه، نه گروه هراس افغان میباشه، امن و امان هست، هیچ گپ نیست. اما ملت افغانستان میخواهد که نابرابری ها از بین بره. تو کی هستی و ما کی هستیم مطرح بحث نباشه، دست ما بالای مردم ما سایه باشه. افراد و اشخاصی که سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی خود میکنن، از او پرسیده شود که تو کی هستی؟ چرا بر مردم نارامی را تو رقم میزنی؟ اگر هر از گاهی در مطبوعات از مقامات پیامهایی بر مبنای ایجاد فاصله فیما بین ملت داره، از او پرسان شود برادر، تو اگر در کابینه هستی نمایندگی از حاکمیت میکنی، تو نمیتونی که موضوعات شخصی خود را هم با مردم تحمیل بکنی و مردم را از هم منکسر بسازی. ما باید اتحاد داشته باشیم. این وطن را اگر افغان ها ساخته میشه. بله. نی تاجیک، نی ترکمن، نی ازبک، نی هزاران، نی سیک، هم افغان ها. هیچ افغان از افغان دیگر ارجحیت نداره. سپاس. مفید صاحب، تا چه زمان نگرانی و تشویش ها وجود خواهد داشت از نوعی افغانستان و چه زمان به صلح و ثبات دائمی افغانستان خواهد رسید؟ اجازه بدین یک کوتاه در مورد دو مکتب فکری عرض کنم. یکی مکتب فکری دیوبندی است که در سال 1875 قیام مردم هندستان و انگلستان با توطئه شکست داد و در سال 1865 مکتب گنگوهی دیوبندی را که به اساس ماتریدی است بنیاد گذاشت. و مکتب دوم را که جنابشان فرمودن، اون مکتب اخوان المسلمین است که در سید قطب محمد قطب در مصر. این دو تا از لحاظ تفکری بسیار تفاوت دارند، مکتب فکریشان فرق داره. ماتریدی یا دیوبندی که در پاکستان و پشتونستان است و تمام رهبران طالب در اوج تربیتشان با هم فرق دارند. یک، اما مسئله اساسی در برابر ما، ببینید ما امنیت فیزیکی داریم ولی در کشور ما امنیت سیاسی هنوز وجود نداره. تمام پیشنهادها و انتقادهای جهان، کشورهای همسایه، ملل متحد، شورای امنیتش در یک مسئله نهفته است. ببینید ما نباید دقایق منکر شیم.
حاکمیت موجود زحمت میکشند، فعالیت میکنند، از زمین سرک تیر میکنند، نرخ کنترل میکنند. یک وظیفه یک دولت است، اما یک دولت بر بنیاد قانون حاکمیت میکنه و حاکمیت قانون از کجا سرچشمه میگیره؟ که ستون فقرات یک جامعه قانون میسازه که دولت ها مجبور و مکلف هستند تعریف را که از دولت دادن، تعریف دولتی است که قانونیت در جامعه تحقیق میبخشد، تطبیق میکنه و دفاع از قانون میکنه. در جامعه ما متاسفانه با اساس پیشنهادهای بسیار زیاد، چنانچه که جناب دکتر صاحب فرمودن، هنوز یگانه مسئله ای که بسیار پیش پای افتاده است مسئله مذاکرات بین الافغانی انجام نشده. ما یک دولت داریم، حاکمیت سرپرست موجود ما آدمای خوب شریف شک نیست، اما یک در یک جامعه ما متخصص نیاز داریم. حاکمیت به اصطلاح شایسته سالاری یکی از وظایف اساسی دولت است. تمام جهان ببینید دولت های شایسته سالار نه به اصطلاح اندیشه سالار. وقتی که ما به یک اندیشه فکری خود که وابسته به مکتب ماتوریدی دیوبندی پاکستان است، ما او را قایم بگیریم و تمام جامعه را بگیم یا نمی یا هیچ کس نی. این خودش یک ظلم سر مردم و مسئله اساسی که است، مسئله حکومت اما شمول فرا گیره، مسئله آموزش است، هم در دین اسلام، هم در جامعه ما، هم در افغانستان. شما وقتی به تاریخ افغانستان در تاریخ جهان مراجعه کنین، اولین شاعر یک زن است. در تاریخ افغانستان مراجعه کنین، اولین نویسنده تاریخ افغانستان، تاریخ در افغانستان یک زن است که خانم صالحه گلبدن است. در افغانستان ببینین زن امی لحظه، شما فراموش نکنین که اولین خط پشتو را، اولین خط پشتو را یک زن به اصطلاح در دوران آخوند درویزه سازماندهی کار کرد. یعنی این جامعه به زن نیاز دارد. چرا جامعه از زن تجلیل شده؟ چرا دو چیز ها رو به مکتب نمیگه؟ این پیشنهادایی است که هم ملل متحد، هم شورای امنیتش، هم یوناما، هم جناب دکتر صاحب، جناب استانگزای صاحب، هم شما با این انسان مطرح میکنین. دولت باید بشنوه حاکمیت. وظیفه حاکمیت تطبیق قانون است، ایجاد یک دولت قانونی، ایجاد قانون اساسی. این مسائل است در برابر زنا قرار داره. ما دو سال 8 ماه هنوز دولت قانون وجود نداره، پلان بودجه وجود نداره. پاسخگویی بزرگترین مسئله در یک دولت، مسئله پاسخگویی است. من انتقادات نیست، پیشنهادات است. من به دولت انتقاد نمیکنم، پیشنهاد میکنم که پاسخگویی وقت انجام میشه که یک قانون اساسی وجود داشته باشه، یک شورای تحقق و پاسخگو باشه، به اون پاسخ بدن. حالا به کی پاسخ بدن؟ به مردم. مردم پاسخ نمیگیرن. مردم افغانستان خانه میتونه به هر خانه هر کس بره که ما این کارا را کردیم. پاسخگویی در برابر یک شورا، یک پارلمان که به اصطلاح یک بخش اساسی یک جامعه را میسازه، رأس یک جامعه را شورا و پارلمان میسازه و امر شورا بینهم در یک جامعه وجود نداره. وقتی که وجود نداشته باشه مردم انتقاد میکنه، ملل متحد انتقاد میکنه، جامعه جهانی انتقاد میکنه. چین تعامل سیاسی داره، مناسبات سیاسی با ما نداره. روسیه پیشنهاد کرده که لیست رهبران طالبان از لیست به اصطلاح توریسم بین‌المللی براین، از لیست سیاه براین. او به خاطر از اینکه گفته اینا باید خود یک مقدار آماده بسازن. در تمام پیشنهادات تمام کشورهای منطقه و جهان 4 چیز نفت است: ایجاد یک دولت همه شمول فراگیر، تخصص شمار که اینمیج دو تخصص وجود داره، دو متخصص، دو دانشمند اگه اینا برن در کابینه، ما سر کابینه اگه حساب باید شود. دومی چیزی که وجود داره یک نشست بین الافغانی. ما به نظر جامعه ما جامعه مشترک منافع است. ما مردم مردم مناطق مختلف در کنار هم برادروار زندگی کردن، باید با اینا یک مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره. ما تقریبا 107 حزب سیاسی داریم، متاسفانه تازه گفتن که حزب سیاسی اجازه فعالیت نداره. با رهبرای از اینا با شخصیتاش تن یک مذاکرات بین الافغانی سازماندهی کردن، هیچ نقص نداره، یک کار اساسی درست است. چرا زنها رو به کار نمیگذارن؟ چرا دو چیزا رو به مکتب نمیمونن؟ این پیشنهادات مردم، این تقاضای یوناماست، این تقاضای ملل متحد، این شورای امنیت ملل. این پیشنهادها را اگر دولت امروزی انجام بده، گل سر گل میشه، گل سر سبد میشه، مردم احترام میکنن. در این حالت موجود در 2 سال و 8 ماه یک حکومت سرپرست، اینا هر قدر کار کنن، هر قدر زحمت بکشن، در جامعه نه در جامعه به اصلاح جای پای میگیرن، نفوذ میدن. ممنون، برمیگردم با شما. سانگزای صاحب، تا چه وقت، تا چه زمان تشویش ها ادامه خواهد داشت و برای پایان دادن این نگرانی ها چه کارها باید صورت بگیرن؟ با فکر میکنم تشویش ها به او حدی ریست که با عمیقا در موردش نگران باشیم. بیشتر دکتر صاحبم گفت که روزی 400 تابوت در پشت خانه مردم میرفت. زمانی که روزی هیت میشد، مردم در روز دهید اول مردم مصروف میشد. اما خوشبختانه ما میبینیم که پرار سال و پار سال و ایبسال جنازه ها در این رابطه نیست، ولی با فوت و این مسائل دیگه هست. خب یکان واقعی هم میشه، ما نمیگیم که نمیشه.
انتحاری میشه، انفجاری میشه، دیگه و دیگه ما چشم پوشی پیدا نمیتونیم، تمام دنیا واقعیت میشه. ولی تشویش عمده واقعا وجود داره در مورد ازی که مکاتب و سو حقوق زن است و ماش تقاوتی هست، اما در مورد حکومت فراشمول اگر ما بگویم این کلمه فراشمول سر افغانا بد میخوره بیخی، به دلیل ازی که ما فکر میکنیم که فراشمول امورا میگن که گرگای سابق که امروز پوستین میشه در روی خود کش کردن، باز یک دفعه بیاین و در داخل حکومت دارن و بالای گرده های مردم پای خود بانه، اونا باید دست خود بوش روین خلاص است. و دیگه نه ملت اونا را میخواه و نه حکومت فعلی، اونا تجرید هستن. از پاسخگوی آقای مفید اشاره کردن سانگزای صاحب که باید حاکمیت پاسخگو باشه برای مردم. کتاب خدا بهتر از قوانین وضعی و مدنی که در افغانستان قبلا بود برای فعلا هست و شریعت اسلامی و فقه حنفی امروز مورد استفاده قرار میگیره در تمام مسائل و هیچ نکته به این باقی نمیماند. سانگه سب یعنی میگن به قانون اساسی نیاز نیست؟ اصل نیاز، ما در شرایط قرار داریم که نمیشه تمام من مسائل پرتیم از گردنش بگیریم امارات که کل کار ما را در یک روز خلاص کن. ولی ما اما دونیم سال گذشت سانگه سب فرصت نبود؟ حکومت سرپرست که ما بگویم، ما چندین دفعه گفتیم سید شردار ما داود خان 5 سال حکومت سرپرست داشت، وزیرای کابینش سرپرست بود، در سرپرست و غیر سرپرست و قدر مشکل با وجود نمیاد. و دیگه اگر ما بگویم که کل چوکیای بزرگ طالبا گرفته در هر دنیا، در تمام دنیا هر حکومتی که کامیاب میشه در انتخابات زیادتر کرسی ها رو اونا میگیرن، مخصوصا کرسی های سیاسی، کرسی های بزرگ سیاسی است. ما نمیتونم که وزارت ها را جنگ یا کدن خونی از یار قانی از این تبا شد بیای وزارت باز توران اسماعیل بیاره یا وزارت برش بده یا احمد محمود و کلبی و مقصوده یا مردم که در این جنای قرار نداره مثل ما باره مردم بیطرف است. ما نمیتونیم که در این شرایط کار کنیم، به خاطر از اینکه اگر یک والی به طرف باشه قماندانی هم نه هم در گپش نمی کنه، یک عسکر یادی پیاز در دانش پوست نمی کنه و همین مردم است که اینا توانستن که امر نهی از یا به قدر کافی باشه که یک نفر هم از اینا در قریه میره، یک نفر همونطور در زمان حضرت مظاهر شاه که 50 نفر می آورد جلب می برد، امروز اونم یک طالب که در یک ولسوالی بوده 50 نفر از اون جمعی که جلب پیشش باشه، کسی قدرت هم نداره که در برابرش بگه که تو چی کاره هستی که آمدی مثل سابق باری که ترافیک مردم در روی سرک می زد، مامور پلیس که می رفت یک واقعا او رو می زدن در شهر، مارد و چکی و بدماشی و یاغیگری رو بسیار دیدیم در شهر کابل و در دیگه شهرهای افغانستان، اینا به اونا خاتمه دادن، پاچه کشال و آقای سانگزای، اما شما هم در همون زمان دارد. از همان رئیس جمهور وقت دفاع می کردین و حالا میگین که چنین چنان است. بله ما با شکر بارگزایم پای روز گفتم، مرا گفت که بودپاک و چاپلوس، ما گفتم بله ما چاپلوسی و بودپاکی دکتر غنی رو کردیم میکنم و در آینده هم خواهد کردم. یک استاد بود، شما در خطبه نماز میبینین که میگن استادی استادی نا با استادی استادی تیترام پو، اما کسی که با یک بلس بچه خود میبسته و ابرایش سلفی میگیره و امروز در علیه ملت افغانستان استاد میشه به او شرم است. امروز باید کسانی ممنون. آقای افغانیار، حالا تا چه وقت تا چه زمان نگرانی ها پابرجا خواهد بود؟ آقای سانگزای اشاره کرد برش که تشویش ها نیز در حال حاضر در افغانستان. تا زمانی که ما افغان ها از اسلام آباد تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز، همه ما دست محبت و صمیمیت را به هم ندیم، دورنمای خوبی را ما نخواهد داشتیم. کشورهای همسایه افغانستان باز کوشش میکنند که حکومت حاکم را حکومت کابل بسازند، افراد اشخاص را علیه حکومت کابل بسازند. وقتی که به تبر بریشش به ریشه درخت تبر میخورد، ناله میکرد، گفت چرا ناله میکنی؟ گفت به خاطر از اینکه اگر دسته تبر از خودم نمی بود، ریشه ام قطع نمیشد. اگر ما افغان ها گذشته های خود فراموش بکنیم، وقتی که ما میگیم افغان ها دامن کلان دارن، افغان ها 5000 سال تاریخ دارن و با افتخار میگن ما از ملاله صحبت میکنین، بین گذشته ها را کنار بگذارین، هم افغان ها دور یک میز با هم بشینیم، تعریف منافع ملی خود را یکی بدانیم. نی پشتون، نی تاجیک، نی ازبک، نی هزاره،
متاسفانه رهبر و رهبرزاده های ما نیمشان خود به کشورهای همسایه و فرامنطقوی تحت نام های قوم بسته کردن و دگیشان هم به کشورهای دیگه ششته هستن و خارجی ها مشوره میدن که باز با گردهای ملت حاکمیت بکنن. اگر ما افغان ها خود ما بیدار نشین در این جغرافیا یک اتحاد را مدیریت نکنین، ما هیچگاه آرامش را پیدا کردن نمیتونیم. اگر امروز مردم افغانستان خواسته های را مطرح بحث میسازه، حکومت فعلی افغانستان را باید بشنوه. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به منبر بالا میشه، بر مردم میگه بشین و عمل بکنید، یکی از جمع میخیزه میگه یا عمر یا امیرالمومنین، مبنای حکومت داری اسلامی تطبیق عدالت هست و تو عادل نبودی، گپت را نمیشنوی. میگه ما چی کردیم؟ میگه پارچه لباس را که خودت پوشیدی امیرالمومنین از مال بیت المال بر ما هم رسید، بر ما لباس نشد که جسمان از شما کلانتر هستم، برای خود چطور شد؟ گفت ایر عبدالله میگه، عبدالله آمد گفت که بله ما هم پارچه لباس خود را بر پدرم دادیم، بر پدرم لباس شد. گفت حال یا امیرالمومنین میشنوین هم عمل میکنین، بیاین ما نقاط ضعف خود را از بین ببرین. اگر بگیم نقاط ضعف نیست، نقاط ضعف هست، نقاط ضعف را گوشه بگذارین، به ملت خود مراجعه بکنین. اگر تحت نام لوی جرگه نیست، تحت نام شورا هست. وقتی که ما 5000 علمای خود را جمع میکنیم، در کابل 6000 را جمع میکنیم، در قندهار یک شورا دیگه جور بکنین، متعهدین و متخصصین را از کشورهای منطقه و فرامنطقوی که قلبشان به خاطر مادر وطن افغانستان میتپه، به خاطر خدا جمع بکنیم که انگوش انتقاد جهان طرف ما دراز نباشه. ما کدام روز به ایرانستانی گفتیم، کدام روز به پنجابستانی گفتیم که تو در کابینه خود بلوچ‌ها را کردها را سهم بده، برو با تیتی بی تو صلح بکن، جنگ نکن. اما او بر ما طرح میدن، بر ما برنامه میدن. نه، طرح و برنامه از ما را قبول نکن، ما هم قبول ندارن که تو قبول بکنی. اگر روزی برسه علیه پنجابی ساد شوی، خداوند شاهد است، با جمهوریت ما میگفتیم، حالا میگیم ما هم پرطلب هستم میکنیم، همراه تو ساد میشن به خاطر منافع ملی بر روی پنجابی خود بزنیم. ایرانستانی باش همچین فرق نمیکنه، اما ما از روزی میترسیم که مردم ما ناآرام شود. همین مردمی که در طول 20 سال نان خوردن خود با ما تقسیم کرد، قلب این مردم را با خود نداشته باشین، در پشت دروازه هر خانه یک نفر با کلاشینکوف و پیکا شما ساد بکنین، شما تامین امنیت کردن نمیتونید. اگر مردم با شما بود، همون شکلی که 2 سال و 8 ماه میشه مردم نان خوردن خود نداره، اما باز هم قبول میکنه، میگه شما فشارهای خارجی را قبول نکنین، شما منابع افغانستان را مدیریت بکنین، شما اقتصاد خود را بسازین. اولین بودجه افغانستان بود در امارت اسلامی که به بودجه داخلی بود که از مردم افغانستان بود. یک کراچیوانی را که 1000 روپیه سرمایش هست، او 20 روپیه را میای مالیه میده، همه چیز قبول میکنه. پس بفهمید که ملت میخواه باشین شما، اما روزی که ملت روی گشتند، باز او روزا چطور میکنین؟ باز آیا خارجی ها برای ما آرامش میخواه؟ آیا خارجی نمیخواه که اختلافی بین مکتب و مدرسه باشه؟ فرق مکتب و مدرسه چیست؟ اگر ما میخواهیم این قلم استفاده بکنین، این قلم را کی ساخته؟ علم روز ساخته. اگر از این کمره استفاده میکنین، میره علم روز ساخته. اگر به طیاره ای که ما سفر میکنین، حج میرین، حج عمره میرین، اون علم روز ساخته. موتر که میشین تو دفتر خود میرین، اگر ولایت هست، اگر ولسوالی هست، اگر ارگ و اگر سپیدار هست، اون علم روز ساخته. جوانای ما از ما خواسته ها دارن، نگذارین که در جنگ مطبوعاتی هم ما ناکام شویم. امروز اگر دو میدان جنگ نیست که رو در رو افغان ها با هم جنگ بکنن، میلیون ها دلار در جنگ مطبوعاتی مصرف میشه. او جنگ مقبول، جنگ ناکام شدین، ما میدان میبازین. امیدوار هستم حکومت فعلی افغانستان اینو متوجه باشه. به کرات گفتین، من تا این لحظه هیچ کس بالای من ادعای غصب زمین، جایداد، ملکیت نداره. هر موضوعی میشه موضوع سیاسی هست، من میگم سرم، روحم، وطنم، همه چیز وطنم هست، خونم فدای وطنم، هم وطنم. ما افغان ها باید پلوی هم قرار بگیرین. افغانستان خانه ماست، اینو با تمام ملت افغانستان میگم. موضوع تاجیک و ترکمن و ازبک خزانه نیست، خود ما وطن خود بسازیم. سپاس، تشکر. فرصت داریم به جنبندی، بس جنبندی میکنیم. مفید صاحب، راه حل چی میتونه باشه برای بهترسازی روابط و همچنان بهترسازی نگرانی های امنیتی؟ یک چیز میخوایم خود نشان کنیم که برای اینکه تمام دشواری های افغانستان با جامعه جهانی کشور همسایه حل شود، توجه دوست ها را هم در یک مسئله جلب میکنم. او مسئله ای است که ما یک چیز داریم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که برگرفته از آیات قرآن از ایشان و سنت نبوی و تمام آیات قرآن از ایشان و سنت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در او باستاب داره، در او جمع حقوق ادبا وجود داره. اره هر انسان حق داره که در یک پارلمان داشته باشه، در انتخابات سهم بگیره، حق انتخاب انتخاب شده نداره. این خلاف قرآن نیست، این خلاف آیات نیست. این ماده که یک جز اساسی ماده حقوق بسن خانم و دختر هاست، حقوق اطفال هست، بخش اعلامه های مختلف، کنفنسیون های مختلف ملل متحده در یه اعلامه تایید کردن. ما چرا قایم بگیریم که امارت اسلامی توانای ازیره داره که تنها میتونه به اساس کتاب قرآن و اسلام انجام وظایف خود انجام بده؟ نه برادر، جهان ما، جهان افغانستان جدا از جهان
کشورهای اسلامی دیگه نیست. ما یک 8 میلیارد مسلمان در این زمین داریم. ما چرا باید با 34 میلیون مسلمان از تمام جهان اسلام بدور کنیم که گویا ما میخواهیم قرآن محمدی را، شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و کتاب خدا را عملی کنیم؟ کتاب خدا در تمام کشورهای اسلامی ملاحظه شده، ملل متحد رو ملاحظه کرده و از این خاطر اعلامیه جهانی اسلامی را کشیدن در سال 1990 تا هیچ و فعلا اجرا میشه. و در برابر ازی برای که اینمی کار را انجام شود، اولین کرنش، اولین واکنش، اولین کار را که امارت و حکومت سرپرست در برابر خود قرار بده و مشکلات خود با جهان انجام بده، این است که 4-5 پیشنهاد اساسی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر است، مسئله حکومت فهم شمول ببینین، مانع از این است دوزاره بیارن. ما تخصص شورا سالار گفتیم، حکومت شایسته سالار که شایسته ها کارمندان سپاس. درست ما وزیر آب وق... وزیر چیز ما وزیر پتروله ما یک آدم غیر مسلکی است. حالا اون بیچاره میگه که ما به مسائل ما پتروله هم چی، ما چه یک وزیر پتروله هم یک مسلکی نداریم؟ اگه طالب است یا طالب نیست، انسان افغانستان است. با معذرت، تشکر، ممنون. سانگزای صاحب، برای حل را شما چی پیشنهاد میکنین؟ ما فکر میکنم دیگر وقت از این است که افغانستان یک بار دیگر به طرف جنگ بره. مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، از تهدید خسته شدن. تماما کسانی که در بیرون هستند و اینا اراده ازیر دارن که باید در افغانستان او حکومت نباشه یا اگر باشه ما باید سلیم باشیم. شما کارتان کردین، حکومت کردین 20 سال، ما دیدیم، تجربه شد، دنیا هم دید و اصلا شما باعث شدین که طالب با وجود بیاید در دوری اول و شما باعث شدین در 20 سال که طالب برای افغانستان حاکمیت پیدا کنه که امروز بر علیه طالب شما برخواستین. یک موضوع. موضوع دیگر در اینجا فعلا در امارت انتخابات نمی باشد، در اینجا شورا می باشه. شورا است، پاسخگویی است، رئیس الوزرا به میشته که پاسخگوست و از وزیرا پرسان میکنه و در بالا مقام اول اینا پیشنهادات همه چیز میبرن و در مورد از اینکه اینا افراد مسلکی ندارن، طالبا 25 سال سیاست کردن و جنگ کردن، اینا متخصصین سیاست هستن و در جنگ هم اگه بگیم قطعات بدری از اینا یا قطعات است که شاید یک نفر از اینا با 5 نفر به جنگ و زورشان هم معلوم شده و دنیا یا منطقه از اینا میترسن. یعنی به تغییرات نیاز نیست سانگزای صاحب؟ بسیار کوتاه، فرصت کم داریم. یعنی شما میگین درست است همه چیز؟ درست نیست. مشکلات داره طالبا. قانون برای مردم از افغانستان، قانون اساسی رو باید اینا رو دست بگیرن و حقوقیت باید اونجا باید توضیح شد و مکاتبه باز کنن برای متقاعدین ماششانه بته، برای دخترها پانتون باز کنن، خانم ها رو با کار بانن. ما دیگه چیز از اینا نمیخواییم. تشکر. مسائل درست است، اونقدر مشکلات نیست، ولی مردم افغانستان، کسان پسران افغانستانی که در زهر ولایت باشه، فرصت تمام است. لسانس دارن، ماستری دارن، دکتران دارن، اونا رو بیارن در پوستا جای بتن. سپاس. افغانیار صاحب، فرصت کم داریم، راه حل چه کارها باید صورت بگیره؟ آبادی وطن، تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. گفتیم، باز هم میگیم و باز هم میگیم. اگر در جمهوریت بحث تخصص میگه بهترین متخصصین از شرایط فعلی افغانستان، اگر در جمهوریت بحث تعهد مطرح بس تخصص مطرح بس بود، متعهدین کجا بود؟ و اگر امروز بحث تعهد مطرح بحث است، متخصصین باید در بدن حکومتداری باشد. اگر ما به اساس تطبیق شریعت عمل میکنین، انتوید الامانات لاهلها را قرآن میگه. یعنی متخصصین نیست. ببینید، تخصص در بخش ها متفاوت هست. وقتی که ما میخواهیم پایه حکومتداری خود را بسازیم، در تمام بخش ها ما متعهدین و متخصصین به کار داریم. بین از کسایی که در این وطن درس خواندن، تحصیل کردن، از سرمایه بیت المال به کشورهای فرامنطقوی رفتن و پس آمدن به افغانستان، 20 سال اینا تجربه ببینید. دارن متخصصین. ما نمیتونیم که 560 یا 570 نفر را که خونبه های ملت افغانستان را معامله کرد، در طول 40 سال با خارجی ها معامله کردن و باز ما را ما مثال بدیم و عام بسازیم. افغانستان ملت برای 580 نفر 80 نفر نیست، ملت چندین میلیونی هست. متعهدین و متخصصین در این وطن هنوز هم هست که قلبشان به خاطر وطن میتپه و میخوان ایفای وظیفه بکنند. حکومت فعلی مکلفیت داره برشان ایجاد سهولت ها را انجام بده، به خاطر از این که وقتی که رسول الله میگه من از فقر به خدا پناه میبرم، ما و شما کی هستیم؟ امروز متعهد و متخصصی که درس خوانده، تحصیل کرده، پلیس را خوانده. ما گفتیم پلیس مسلکی خوانده. ما امروز میبینیم که صنفی ما که لیسانس و موافق لیسانس پلیس را دیریاری میکنه. آیا جایگاه یک کسی که از بال بیت المال درس خوانده و تحصیل کرده، نی فرانسوی بود و نی انگلیسی بود و نی جاسوس بود، امروز دیریاری کردن هست؟
پیلوت این وطن که تقاعد کرده از او کار گرفته میشه، امروز کچالو میره میفروشه، با مابین کراچی یک تایره 5 تا 5 بسته کچالو، 5 5 بسته پیاز هم میمونه. اگه میگی نیست کامپیوتر بگیر، ما برات همیشه برات بیاریم استادش بکنیم، همواره ببریم به وزارت دفاع جای جای بکنیم که در قطعات ما باشه، در وزارت داخله باشه، در وزارت معارف باشه. ما اگر انتقاد میکنیم بر محور حفظ منافع ملی میکنیم و در این راستا جان خودم ما تیر هستیم. ما میگیم افغان ها باید کنار هم قرار بگیرین. سپاس. مکلفیت ماست. با معذرت، فرصت تمام است. سپاسگزارم از مهمانان در این بحث، آقایان هر یک دکتر حمیدالله مفید نویسنده و فعال سیاسی، عزیز سانگزی آگاه امور نظامی و دکتر محمد زلمه افغانی رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان. از حضورتان با آخر خط و از شما بیننده ها نیز سپاس. تا این دم برنامه را بیننده بودین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.